جهان امروزی پدیده رقابت به عنوان یک پدیده ذاتی در فعالیت‌های مالی و تجاری به ظهور رسیده است. به موازات توسعه و پیشرفت اقتصادی در جهت دستیابی به برتری‌های معدنی در چالش‌های زندگی افراد قرار گرفته است. رقابت در مباحث اقتصادی و هم در موضوعات اقتصادی یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در سرنوشت سازمان ها و همچنان مؤسسات تجاری به شمار میره. اما در واقع رقابت چیست و دیدگاه اسلام در مورد رقابت چی هست؟ سلام، به برنامه کاروبار امروز از یک خوش آمدین. امیدوار هستم که خوب و صحت سلامت باشین و کاروبارتان هم عالی بگذره. در برنامه امروز خواستیم که روی موضوع رقابت صحبت داشته باشیم. اینکه رقابت چی هست و نظر اسلام یا هم از منظر اسلام رقابت چی هست و اسلام در مورد رقابت در بازار در اقتصاد چی گفته، روی یک بسته تصویری که مرتبط با همین موضوع آماده کردیم با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم. رقابت به طور کلی یک مسابقه یا هماورده بین دو یا چند ارگانیزم، فرد، گروه اقتصادی یا گروه‌های اجتماعی برای به دست آوردن قلمرو، جایگاه، منابع، محصول، حیثیت، شهرت، جوایز، جایگاه اجتماعی، رهبری و سود است. رقابت زمانی رخ می‌دهد در تلاش به دست آوردن به هدف باشند که نمی‌تواند به اشتراک گذاشته شود، جایی که یکی به دست می‌آورد و دیگران می‌بازند. رقابت به طور طبیعی بین موجودات زنده که در محیط مشترک همزیستی دارند رخ می‌دهد. به عنوان مثال، حیوانات برای منابع آب، غذا، جفت و دیگر منابع بیولوژیکی رقابت می‌کنند. انسان‌ها معمولاً برای مواد غذایی و جفت رقابت می‌کنند. هرچند زمانی که این نیازها برآورده می‌شوند، رقابت‌های عمیق‌تر اغلب برای دستیابی به ثروت، قدرت، حیثیت و شهرت به وجود می‌آیند. رقابت اغلب متضاد همکاری در نظر گرفته می‌شود. با این حال در دنیای واقعی مخلوطی از همکاری و رقابت هنجار است. راهکارهای بهینه برای رسیدن به اهداف در شاخه‌ای از ریاضیات به عنوان نظریه بازی‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد. رقابت همچنین یک اصل مهم در اقتصاد بازار کسب و کار است که اغلب با رقابت کسب و کار در ارتباط است، چرا که اکثر شرکت‌ها در رقابت با حداقل یک شرکت دیگر در همان گروه مشتریان هستند. همچنین رقابت در داخل یک شرکت معمولاً با هدف بزرگتر رسیدن به کیفیت بالاتر خدمات که ممکن است تولید یا توسعه دهد تحریک می‌شود. رقابت از واژگان علم اقتصاد است که بین فروشندگان در تلاش برای دستیابی به اهداف چون سود، فزاینده، سهم بازار و حجم فروش از طریق تغییر دادن عناصر ترکیب بازاریابی انجام می‌گیرد، مانند قیمت، محصول، توزیع و تبلیغ. آدام اسمیت در ثروت ملل رقابت را تخصیص منابع تولیدی و با ارزش‌ترین کاربردهای آنها تعریف می‌کند. در جهان امروز پدیده رقابت به عنوان یک پدیده ذاتی در فعالیت‌های مالی و بازرگانی به ظهور رسیده است و به موازات توسعه و رشد اقتصادی در جهت دستیابی و برتری‌های مدنی در چالش‌های زندگی بشر قرار گرفته است. رقابت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در سرنوشت سازمان‌ها و مؤسسات تجاری است. اما رقابت در اسلام به معنای مسابقه برای کسب درآمد در چارچوب قواعد اخلاقی و حقوقی اسلام است. این چارچوب‌ها رقابت را از اثرهای سوی آن پاکسازی کرده و در جهت اهداف نظام اقتصادی اسلام قرار می‌دهند. رقابت در اقتصاد به معنی سبقت و همچشمی آمده و حالتی را گویند که در بازار شمار نامحدود بازرگانان نتوانند کالا به اندازه عرضه یا تقاضا کنند. که در قیمت بازار مؤثر است. این حالت عموماً به حالت رقابت محض یا خالص یاد می شود و دارای مشخصات زیر است. شمار فروشندگان بسیار است. کالا و خدمات مشابه یک دیگر فروخته می شود. با فروشندگان اضافی برای ورود به بازار آزاد هستند. البته بعضی آنها این طور معنی کردند. گروهی برای دستیابی به امکانات اقتصادی با یک دیگر مبارزه کنند و هر کدام در پیشی گرفتن برای دیگران بکوشد. روشن است که زیربنای رقابت به این معنا اصالت
اولویت دادن به تعقیب منافع شخصی به وسیله هر فرد است که شعار اصلی اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک بود. بنابراین مبنای رقابت در نظام سرمایه‌داری و همچشمی برای دستیابی بیشتر به هدف رسیدن به مواهب اقتصادی در مقایسه با دیگران است، چرا که هر فرد می‌کوشد تا نفع خود را تامین کند و هرچی بیشتر بر منافع خود بیفزاید و یک وضعیت استثنایی برای خود پدید آورد. دیگران نیز در پی حداکثر کردن منافع خود هستند. رقابت به معنای یاد شده از مهمترین عناصر مبنای بازار است که از زمان نخستین اقتصاددان کلاسیک تا کنون تفاسیر گوناگونی از آن شده است. در جهان امروز پدیده رقابت به عنوان یک پدیده ذاتی در فعالیت‌های مالی و بازرگانی به ظهور رسیده است و با موازات توسعه و رشد اقتصادی در جهت دستیابی به برتری‌های مدنی در چالش‌های زندگی بشر قرار گرفته است. رقابت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در سرنوشت سازمان‌ها و مؤسسات تجاری است. حالا همیان برنامه و در ادامه همچنان با ما همراه باشید. باز هم عصرتان بخیر باشه. با ادامه برنامه کاروبار از یک خوش آمدین و در این بخش ما مهمان داریم. بانو فرشته صابری، مسئول انجمن اجتماعی زنان پروسس کننده وطنی، روی خط اسکایپ با ما هستن. بانو صابری سلام و وقت شما بخیر. سلام خدمت شما و همکارایتان، وقت شما بخیر. سلامت باشین. از اینکه ما را مصاحبه داریم. خیلی خوش آمدین به برنامه. تشکر زیاد. بانو صابری، من میخوایم که در مورد کاروبارتان بیشتر معلومات حاصل بکنیم. میشه در مورد کار که شما مصروفش هستین برای ما و بیننده ها بیشتر معلومات بدین؟ تشکر زیاد. ما مسئول انجمن پروسس لبنیات وطنی هستم در ولایت تخار که به تعداد کار میکنیم در بخش پروسس لبنیات هستم و دیگه هم خانم‌ها فعالیت در بخش‌های دستدوزی، دیگه بلوچی، پفندگی، عسل و یقا کلکشان مسئول به کار هستم که از تقریبا اینی 3 سال است که ما خیلی کلگی کار میکنم. شما مسئول انجمن زنان پروسس کننده وطنی هم هستین. حالا نیاز چی بود که مثلا بیاین این انجمن را ایجاد بکنین؟ به خاطر یک فرصت کاری که بر خانم باشه و بر خانمایی که اصلا که در این وقتا کار بخاطر از ما به می کار شروع کرد. بله. فعالیت های ما در می آن. خیلی خوب. اهداف این انجمن شامل کدام موارد میشه؟ چی نگفتی؟ در مورد اهداف این انجمن از شما پرسیدم که مثلا شامل کدام موارد میشه، کدام اهداف را قرار است که این انجمن طی بکنه و عملی بکنه و هم تلاش بکنه به خاطر رسیدنش. به خاطر پیشرفت خود خانم هاست، یعنی یک پیشرفت داشته باشند بخش در تولیدات در بخش لبنیات یا اینجا پیشرفت دارن کار میکنن، از آنمو مسئول از آنمو میتونن یا خود امایت کنن. خیلی عالی. یعنی هدف عمده و اصلی پیشرفت خانم ها شود. همونطور که شما فرمودین هدف اصلی و عمده این انجمن خانم ها هست، یعنی تمرکزش بیشتر روی بانوان هست که باید بانوان به خودکفایی برسن. بله، خودکفا شوند، فعالیت داشته باشند، از همین طریق بتانند که خودشان امایت کنند، خانواده کنند. آها دقیقاً. خیلی خوب. و میشه بگوین که این انجمن چقدر عضو داره و تمام اعضای این انجمن خانم ها هستن یا آقایان هم هستن؟ بله بله، تمام انجمن ما خانم هست که با تعداد 40 خانم هست که با اینجا همراهشان کن، تمامشان خانم هست. خیلی عالی. هرچند من این سوال را باید در ابتدا ازتان میپرسیدم که شما البته این انجمن چقدر وقت میشه که ایجاد شده و فعالیت داره؟ 5 سال شده. در حدود 5 سال. بله. از سال اول تا امسال که سال پنجم هست چقدر تغییرات که البته ایجاد شده در قسمت پیشرفت و توسعه این انجمن؟
از سالی که ما آغاز کرده بودیم، یعنی از صفر ما شروع کرده بودیم، از صفر شروع کرده بودیم که خانما اصلا دیگه امی تجارت دیگه با ایک زیاد بلدیت داشتن. کسی که من امروی کار کرده دیگه ما اصلا آیسته آیسته دیگه یا کلشان زیاد تغییرات آمد تغییرات ما دیگه نما قسم از خود یعنی کلان شد دیگه پروسسی که پای ما زیاد گسترش پیدا کرد که ما از اینجا در اینجا فعالیت داریم که اینجا خانم ها هم باید مؤسسه با زیاد دیده دیگه خانم هایی که در خود اولسوالی ما داریم بله. یکی اولسوالی نام میگیرم که اولسوالی بنگی است که در اونجا ما همراه تعداد 30 خانم در اونجا ما در بخش پروسس لبنیات کار میکنیم که خود خانم ها اونجا خود کفاستن تولیداتشان را عرضه میکنن در بازار دیگه آنمو میتونن از آنمو طریق خانه و اولادایشان حمایت کنن. بسیار خوب. از زمانی که این انجمن ایجاد شد تا فعلا چقدر بانوان را تحت پوشش خود قرار دادن؟ مشخصا گفته میتونین؟ تقریبا به 60 نفر یا به 80 نفر ما در اینجا داریم. آها خیلی خوب. حالا میایم بله. اولیانی ما 12 نفر شروع کرده بودیم انجمن خودم که 12 نفر عضو داشتیم. بعد از اینکه دیدن کار ما را فعالیت ما را خانم ها دیدن کارشان علاقه‌مند شدن آمدن هم رو به ما مراجعه کردن کارشان ثبت شدن در از آدرس یعنی انجمن ما دیگه اینا کلگشان هم رای ما دیدیم اینجا در گروه هستن و کار میبرن. سلامت باشین. خب شما که مسئول این انجمن هستین به خاطر توسعه و ارتقای ظرفیت بانوان متشبث چی پلان هایی را در نظر دارین؟ پلان خواه این پلان ها را ما در نظر داریم پیشرفت کنن یا همیشه و پیشرفت باشن دیگه در بخش خانما دیگه برشان یگان آگاهی ها دادیم در این بخش ها که باید خانم ها خودشان خودکفا باشند، اعتماد به نفس زیاد بالا بره بین این قسم یا خانم ها خواهم روی مکالن سن تمام خانم های نمیال اعتماد به نفس بالا دارن دیگه ورکشاپ ها بر از یا من خودم برگزار میکنم در این بخش های پروسسی گفا که از کارش یا آگاهی دارن دیگه این بر فعلا هم در پیشرفت هستم. آها خیلی عالی. واقعا کار که شما دارین انجام میتین ستودنی هست و همچنان قابل تحسین و تقدیر. خب میایم روی این که انجمن شما در این مدت که فعالیت داشته و همچنان کارکردهای مختلف را برای بانوان داشته چقدر موثریت یعنی داشته در قسمت زمینه سازی سهولت ها برای بانوان متشبث؟ زیاد سهولت برشتان دیگه از اینمی طریقی ها میتونم که از اینه بدست بیارن اینمی یک سهولت است برشان که بر کسی یعنی نیاز ندارن دیگه نه در بچیشان نه در شوهرشان خودشان خودکفاسن خودشان اینمی یک خانواده را از اینمی طریق تجارتشان پیش میبرن. واقعا شما درست فرمودین. خب بیننده های عزیز صحبت های ما با بانو فرشته صابری ادامه داره البته پس از یک میان برنامه کوتاه. بله بیننده های عزیز دوباره برگشتیم به ادامه برنامه کاروبار و همچنان بانو فرشته صابری با ما هستن. بانو صابری میایم روی فعالیت های دیگر شما که شما همچنان در بخش های زنبورداری، دستدوزی و خیاطی همچنان فعالیت های دارین. چطور میتونین که چندین کار همزمان شما مدیریت بکنین؟ یعنی راز موفقیت شما در این قسمت در چی بوده؟ سلام خانم عزیز سوالتان را نگرفتم میشه که بله 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 من دوباره بپرسم اصلا مشکلات اینترنت هست و صدای من شما دریافت نتونستین. در مورد فعالیت های دیگر شما پرسیدم که شما همچنان در بخش های زنبورداری دستدوزی خیاطی هم مصروف هستین چطور میتونین که چندین کار همزمان مدیریت بکنین؟ تشکر زیاد. بله خانم هایی هستن که همراه ما در بخش زنبورداری، زنبورپروری، دیگه دستدوزی، خیاطی در اینجا هستن. اینا میتونن که از اینمی هم بخش پروسس خود را پیش ببرن، هم بخش لبنیات خیاطی و دیگه ای کارهایی که برشان گفته شده دیگه یارم پیش ببرن.
من مدیریت خودم میکنم، در دو بخش مدیریت خودم دارم. خیلی خوب. به خاطر که خانم‌ها رشد کنن، ظرفیتشان بالا بره، دیگه پیشرفت کنن، اینه میخواستشان تقاضای خودشان هم شد، دیگه اعتماد به نفسشان بالاست که میتونن که اینمی دو بخش یا پیش ببرن. بله بله. خب میایم در مورد این که شما تولید عسل هم دارین، یعنی فارم دارین یا هم به صورت دیگه شما این محصولات عسل را تولید میکنین یا خیر؟ خانمایی که همراه ما هستن در بخش پروسس یا بخش زنبور پروری هم دارن، بخش زنبور پروری دارن که یا شوهرایشان که در زنبور پروری هستن فعالیت میکنن، دیگه خودی خانم هم که نموجه همراه ازی و سهیم هستن و هم دکارایشان همراه ازی و همکاری میکنن، در این جامعه هست که دیگه فارم دارن، کلگیشان فارم دارن که فارم زنبور پروری دارن، پینه میجه کلشان مسئول به کار هستن، یعنی که به پیدا اینمی چهار نفر که من گفتیم یا شست نفر که من گفتیم کلگی از این زنبور پروری نداره، به تعداد یک 15-20 خانم است که یا دانم و زنبور پروری هم به اینجا فعالیت دارم. خیلی عالی. ما را کسی حالا خو امایت هم نکده، اگر کسی ما را امایت کنه ما میتونیم کمی انجمن خود یعنی گسترش بدیم که در ولایات پدیکا ما میتونیم که در اونجا ما را کسی امایت کننده داشته باشه. دیگه ما تقریبی از بنیاد آقا خان میکنیم که در وقت جمهوریت بنیاد آقا خان همراه ما بسیار زیاد در گیرم بخش های ورکشاپ در بخش پروسس لبنیات بسیار همکاری ما کرد، دیگه ورکشاپ ها را بر ما میگرم برگزار میکرد، دیگه حمایت کننده ما دفتر آقا خان بود که ما بسیار بله. زیاد تشکر میکنم از آقا خان. خب بانو صابری بله ما ما را در مورد محصولاتی که شما بسته‌بندی میکنین هم معلومات بدین، تمام این محصولاتی را که شما بسته‌بندی میکنین تولیدات داخل کشور هست، تولیدات دست بانوان هست یا هم از کشورهای بیرونی تولیدات یعنی محصولات بسته‌بندی میشه؟ محصولات در داخل خود جایی که ما زندگی میکنیم در بالاخان دیگه محصولات ما را ما بیرون تا هنوز عرضه نکردیم به داخل هستند. یعنی محصولات شما یعنی به صورت عرضه میشه، مثلا مقدارش زیاد هست که بتانین شما به خارج از کشور هم بفرستین؟ بله عرضه میشه اما نمیشه، امکاناتش نداریم. آها مثلا چی امکانات نیاز است در قسمت صادرات محصولات شما؟ اسپانسر باشه که ما را حمایت کنن. بله چگونه حمایت میشه؟ در این مورد هم اشاره داشته باشین که حمایت مالی از شما باید صورت بگیره یا هم حمایت های معنوی؟ حمایت مالی باشه دیگه. خیلی خوب و من امیدوار هستم که یعنی کسانی که در رأس هستن بتونن از بانوان که در داخل کشور کارخانه‌ای را ایجاد میکنن، محصولات را تولید میکنن، حداقل حمایت داشته باشن و همچنین شهروندان عزیز کشور ما با خرید محصولات وطنی به نحو حمایت از بانوان تجارت پیشه داشته باشن. خب جدا از این فعالیت هایی که شما میکنین دیگر مصروف کدام فعالیت ها هستین بانو صابری؟ دیگه هیچ کدام مسئولیت نداریم. شما در بخش صنایع دستی هم فعالیت دارین؟ بله صنایع دستی است، دیگه بخش خیاطی است که ما فعالیت داریم. آها در مورد بلی. فعالیت هایتون در بخش بله دیگه و در بخش بلوچی کار میکنن که بلوچی دوزی دارن، کسایی که در اولوس ولید بندی هستن دیگه این بخش ها فعالیت دارن. بله به خاطر صنعتی که شما کار میکنین و مصروف هستین کدام کارگاه مشخص دارین یا در خانه کار میکنین؟ داریم یک کارگاه داریم که در اونجا پروسس ما در اونجا میکنیم، دیگه کارگاه در بخش خدماتی است که ازشان جداست، بخش پروسس ما جداست و بخش صنایع دستی و ایگاپای ما جدا. بله شما در مورد کارگاه خیاطی تان گفتین، چقدر بانوی دیگر با شما اینجا یک جا کار میکنن؟ در بخش خیاطی ما داریم 20 خانم ما داریم که در بخش خیاطی کار میکنن. بله
بله، سلامت باشین بانو صابری، سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و از راه دور تشریف آوردین در برنامه. تشکر زیاد از شما که وقت دارین برای ما، که ما بر شما مصاحبه داریم. دیگه خدا کنه که ما را حمایت کنین بانو ما را. بله، تشکر زیاد. اگر حرف پیام داشته باشین میتونین که از طریق تلویزیون یک و بیننده های عزیز ما برسانین. ما را حمایت کنین، تجارت ما را گسترش بدین. دیگه اینمی پیام اینمی است که ما خانقا را حمایت کنین. سلامت باشین، با امید موفقیت های بیشتر شما. تشکر زیاد شما هم جناب. وقت بخیر، روز خوش برده. سلامت. بیننده های عزیز، سپاس هم از همراهی شما که تا این دم همراهی مون کردین. بانو فرشته صابری از ولایت تخار روی خط اسکایپ با ما بودن که در مورد کارکردهای البته فعالیت های تجاریشان و همچنان فعالیت هایشان در بخش زنان صحبت هایی را هم داشتیم. امیدوار هستم که از برنامه امروز کاروبار مستفید شده باشین. برنامه ما همینجا با پایان میرسد. تا برنامه دیگر، تا دیدار دیگر، خداوند نگهدار. Thank you.